خیلی سپاسگزارم آقای امینی عزیز. حال بپردازیم به موضوع ارزیابی از دوران رضا شاه. بله. آقای امینی، بعد از برنامه گذشتمون پرسش ها و دیدگاه هایی از سوی بینندگان ما فراوان رسیده است. بله. اجازه بدهید در آغاز به برخی از آنها بپردازیم. گویا شما در برنامه هفته پیش گفته بودید که نایب همان سرگرد است در ارتش مدرن و یاور برابر سرهنگ. بله. آقای فروزین و آقای صدیقی متذکر شده اند که نایب عنوان ستوان فعلی است و یاور سرگرد فعلی است. آقای امینی، کاملا حق به جانب اونهاست. یعنی این در من این رو گفتم و هم زمانی که این رو گفتم دریافتم که به من گفتین بعدن. بله بله، نادرست گفتم، ولی دیگه فرصت نبود که این رو در گفتگو با شما راست گردانم. به گفتی برحال زمان نبود، ولی قشنگ راست گردانم به جای اصلاح کنم. و این درست است. من از این تیزبینی هم میهنان بسیار بسیار شادمانم. یعنی این که کسانی برنامه رو نگاه میکنن و این جنبه های کوچک تیزبینانه برنامه رو با درایت، با زیرکی بررسی میکنن و میدانند، نشان میدهد که گفتگوی من و شما آقای مهری کسانی رو دنبال خودش داره، که مردمی نگاه میکنن و این مردمی که نگاه میکنن بعضی هم میخوان مچ بگیرن، با دانشی هست و کاملا حق به جانب اونهاست. و بنابراین من با سپاسگزاری فراوان از این دو بیننده گرامی خودم رو راست میگردانم و سخن ایشان رو میپذیرم. البته این دو واژه گسترده تر از این است، یعنی نایب دوم و نایب اول و چیزهای از این دست هم داریم، ولی نکته اونها کاملا درست است و من میپذیرم و پوزش میخواهم از شما که از شما هم میهنان گرامی که این جنبه رو نادرست در برابر شما نهادم. و البته نگاه کردم به برنامه پس از دریافت این نامه، این دو نامه، و دیدم که یه جنبه معترضه داشت، یه جنبه کناری داشت. شما داشتید راجب پدر، درباره پدر رضا شاه سخن میگفتید، از به این دو عبارت اشاره کردید، یاور و نایب، و من سخن شما رو قطع کردم و در میانه سخن شما گفتم که همین نکته ای رو گفتم که این دوستان راست گرداندن و بسیار از اونها سپاسگزارم. آقای امینی، همین بله. آقای صدیقی که از ایشان نام بردم اضافه کردند که در ضمن نام اصلی مادر رضا شاه زهرا بوده نه نوش آفرین. متاسفانه نویسنده یک کتاب سزن نام مادر وی را همین نوش آفرین ذکر کردند، اما در این خصوص این مرحوم دکتر باقر عاقلی است که تحقیق جامعی انجام دادند. بله. ببینید، متاسفانه ما، یا شوربختانه باید گفت که ما آگاهی های خیلی درستی در این باره نداریم. خود رضا شاه هم آنچه که در میان نهاده با پیرامونیان و درباره او سخن گفته، از نوش آفرین سخن گفته. آنچه که آقای باقر عاقلی انجام داده یکی از پژوهش‌هاییست که در این دوران صورت گرفته. برخی پژوهشگران یا برخی بررسی‌های تاریخی مادر رضا شاه رو سکینه و یا زهرا خواندند، یعنی سکینه هم به کار برده شده و گفتن که اصلا گرجی بوده. برخی گفتن که مادر بزرگ او گرجی بوده، از یا از گرجستان یا از اون از ایرانی تبارانی بوده که از گرجستان به ایران آمدن. درباره این موضوع ما چندان نمیدانیم، چندان هم مهم نیست.
آنچه که میدانیم این پیکره است که اینک در برابر شماست. این پیکره شناسنامه رضا شاه است. خب میدانید که در اون دوران معمول نبوده که شناسنامه، اصلا شناسنامه پدیده پس از مشروطه است، خیلی پس از مشروطه است، و رضا شاه در 42 سالگی شناسنامه گرفته و این پیکره‌ای که شما میبینید شناسنامه رضا شاه است در 42 سالگی. و در این شناسنامه که در 42 سالگی به شماره 5963 صادر شده در تهران، خب نام ایشان رو رضا خان و نام خانوادگی ایشون رو پهلوی خواندن، که نشان میداد که پس از گزینش نام پهلوی در واقع این شناسنامه صادر شده. در قسمت سوم پایین این شناسنامه که بیایید، البته در این شناسنامه باید شاهد، بخش دوم شاهد است، یعنی بخش میانی این پیکره نام شاهدان است که شاهد این شناسنامه کیست. در بخش سوم که الان نشان میدهند نام رو میگویند که آقای رضا خان پدر داداش بیک مرحوم، مادر نوشافرین خانوم مرحوم. بنابراین در شناسنامه رضا شاه مادر ایشان نوشافرین یاد شده و شما در اون گزارشی که در برنامه هفته گذشته یا برنامه گذشته خواندید از نوشافرین یاد بردید و این است که ما با اشاره به این شناسنامه در واقع این رو باید بپذیریم، اگرچه گزارش هایی که در میان ما وجود دارد در پژوهشگران درباره اون داوری هایی کردن، نام های دیگری هم مانند زهرا و سکینه به کار برده شده، ولی چون در این شناسنامه خود رضا خان رضا شاه در 42 سالگی نام مادر خودش رو نوشافرین خوانده، من فکر میکنم ما باید همین رو بپذیریم و پیش بریم و بیش از این در این باره گفتگو نداشته باشیم. بگذاریم که تفاوت چندانی هم در این باره نیست و نوشافرین نام زیباتری از سکینه و زهرا. منم خواستم خدمتتون نمیده بگم که نوشافرین فارسی زیباست. آقای امینی اجازه میدید باز هم یاد کنیم از ایمیل های همیهنان؟ عجب برنامه بوده. خیلی خیلی دوست داشتنی بوده بود این برنامه. من فکر می‌کنم این دوره برنامه هایی که ما با هم خواهیم داشت درباره فراز و فرود رضا شاه و شاید به 6 برنامه به درازا بکشد، یکی از برنامه های پربیننده من و شما با هم خواهد بود. خیلی ممنون. آقای عابدی در نامه چنین نوشتن: با سلام و احترام، در کلیپی دیدم که نوشته شده بود، گفته شده بود رضا شاه در زمان سردار سپهی نامه‌ای به احمد شاه نوشته در اروپا، بله، که به ایران برگردد و پادشاه باشد و احمد شاه در بیوفایی مردم ایران در پاسخ نوشته است لبو فروشی در فرنگ را به پادشاهی در ایران ترجیح می‌دهد. خواستم بدانم آیا این حرف درست است یا نه و لبو فروشی واقعا مرجح است بر پادشاهی ایران. این نامه رضا شاه قطعا نامه به احمد شاه برای بازگشت به ایران در این زمینه ننوشته. آنچه که این همیهن گرامی به اون اشاره می کند، مولا رحیم زاده صفویه. نه خیر، این نکته خیلی جالبی می فرمایید. من به ماجرای رحیم زاده صفوی هم حتما اشاره خواهم کرد چون اشاره فرمودید. این مربوط است به کتاب بهار، به تاریخ احزاب، تاریخ مختصر احزاب سیاسی. به اون برمیگرده، جلد سوم، در جلد یکم تاریخ مختصر احزاب سیاسی از اون ماجرایی سخن میگوید که احمد شاه در برخورد به پیمان 1919 به یکی از بزرگان ایران گفته است که وضعیت ایران چنان بد است که کلم فروشی در فرنگ، این عبارتی که بهار استفاده کرده کلم فروشی است، کلم فروشی در فرنگ
بهتر از پادشاهی در ایران است. خب بعدها دیگران آمدند رو با این بازی کردن. این ارتباطی با نامه رضا شاه، نامه نانوشته رضا شاه ندارد. آنچه که شما اشاره کردید به رحیم زاده صفوی، چون اشاره کردید باید بگویم، چون هممیهنان با این اشتیاقی که به این برنامه دارند حتما پرسش خواهند کرد. رحیم زاده صفوی یک روزنامه‌نگار برجسته اون دوران در خراسان بوده، روزنامه‌ای بیرون می‌داده در مشهد و سپس می‌آید به تهران و از یاران مدرس می‌شود. او مدرس فرستادش فرهنگ. مدرس پولی رو فراهم می‌کنه و در اون دورانی که رضا شاه خیز برداشته بود برای گرفتن قدرت، تقریباً قدرت رو گرفته بود و میدونید که احمد شاه اساسا در فرانسه زندگی میکرد و مدت زیادی از ایران به دور بود، او رو میفرستد، صفوی رو میفرستد از راه روسیه به فرانسه و در نیس ایشان با احمد شاه دیدار میکنه با یک پیغامی که شما به ایران بیایید. مدرس در سودای یک ضد کودتا بوده یا کودتای تازه‌ای در ایران بوده و حتی با قشقایی ها و اشایر هم تماس گرفته بوده، برخی گروه های کرد هم تماس گرفته بوده و فکر میکرده که اگر احمد شاه به ایران بیاید او میتواند به فراز رضا شاه به سوی فرمان روایی در ایران پایان بدهد. این سودای مدرس بوده، مردی ماجراجو هم در این زمینه بوده. مدرس رحیم زاده صفوی در کتابی که به نام اسرار سقوط احمد شاه نوشته و بسیار کتاب خواندنی است، اشاره میکنه که او در نیس احمد شاه رو میبینه و این پیغام مدرس رو به او میدهد و احمد شاه که مدتی بوده در نیس زندگی میکرده به او گفته که خب خیلی خوشحال هستم که هنوز در ایران مردم به من میاندیشن و میگوید که اجازه بدهید که فکر کنم در این باره و چند روز دیگر با شما دیدار کنم. صفحه میبینی بیست که پس از این دیدار که همزمان بوده، چون شما به هر حال در فرانسه زندگی کردید و نیس هم رفتید، میدانید که یک جشن گل در نیس هست، فستیوال گل. بله فستیوال گل. بله فستیوال گل. و او می نویسد که در این جریان فستیوال گل که در همون روزها بوده، در حالی که در کنار مدیترانه قدم می زده، یک باره با احمد شاه و همراهان، و احمد شاه همیشه کت و شلوار سفید میپوشیده تو خیابون لزانگله. بله شما دیگه اونجا رو بهتر میدانید. در اونجا با احمد شاه روبرو میشود و احمد شاه میگوید که صفوی به تو خوش میگذرد. اینها از یادداشتای ایشان است و لذت میبری از این بهشت، از این بهشتی که به هر حال در روی زمین است. تو میخوایی من این رو ول کنم و بیایم، این عبارت رحیم زاده صفوی است که من بیایم میان الوار و اکراد اونجا و اقدام کنم برای انداختن رضا شاه. من چنین کاری نخواهم کرد. البته رضا خان، رضا شاه نیست، سردار سپه، رئیس الوزراء در اون هنگام، نخست وزیر. و شما برو ایران و بگو که حقوق من و حقوقی که برای پادشاهی در نظر گرفته بودن اون رو افزایش بدهن. که صفوی در اینجا میگوید که من در اینجا دریافتم که پادشاهی قاجار به پایان رسیده و دیگه چیزی در میان نخواهد بود. اشاره‌ای به کلم فروشی نیست، چون فکر نمی کنم که احمد شاه اهل لبو فروشی و کلم فروشی بوده باشه. آدم بسیار مال دوستی بوده و بیشتر زندگی بهتر رو در غرب میپذیرفته و روی هم رفته باید گفت. آدمی که در سن بسیار بسیار پایین از پدرش جدا شده، از مادرش جدا شده، انگامی که محمد علی شاه رو از پادشاهی کنار نهادند و به زور احمد شاه رو از پدر و مادر جدا کردند، میگویند که نمیخواست اصلا از دامن پدر و مادر جدا بشود و او رو به تخت شاهی نشاندند در جریان پیروزی مشروطه خواهان بر تهران، آدم بسیار ناتوانی بوده احمد شاه و شاید هم بسیار پر از گرفتاری روحی روانی از این جهت که به هر روی در سن بسیار بسیار پایین با زور به تخت شاهی نشسته و از مهر پدر و مادر جدا شده. و چند سالش بوده؟ گویا 8 سال بیشتر نداشته تا اونجایی که تاریخ نشان میده، شاید هم اندکی بیشتر.
شاید ما 8 سال اگه کاشکی ما هم 8 سالمون بود. بله، نایب السلطنه برای اون نهادن، نایب السلطنه اول درگذشت و سپس ناصر الملک رو که در لندن زندگی میکرد در اون هنگام. انگلیسی بوده نه؟ نایب الملک؟ ناصر الملک میگن انگلیسی بوده. یعنی انگلیسی به طرفدار انگلیسا. با انگلیسا خیلی مربوط بوده. نخستین فارغ التحصیل آکسفورد هست. ایرانی نخستین ایرانی فارغ التحصیل آکسفورد هست. آدم درس خوانده است ولی آدمی است که اوست که در واقع اندیشه احزاب سیاسی رو به ایران می آورد و در گشایش مجلس در پس از مجلس دوم پیشنهاد ایجاد احزاب رو میکنه و هموست که در واقع مجلس تعطیل میکنه و دوره دیکتاتوری تازه‌ای را آغاز میکنه. ماجرای بزرگ و طولانی است که در اینجا درازی است که در اینجا به اون نخواهم پرداخت، ولی بر روی این ماجرای کلم فروشی یا لب فروشی عجب دوران پرحادثه بوده. بسیار بسیار دورانی است که بر روی زمینه و زمانه است که نشان میداد چرا شرایط برای فراز آدمی مانند رضا شاه به پادشاهی آماده بوده و در نتیجه در اون دوران این عبارت که دوست گرامی آقای عابدی گفتید به کار بردند، این همیهن گرامی دقیق نیست. این رو بهار در واقع ازش یاد کرده و سخنی است که احمد شاه به کس دیگری گفته، رابطه‌ای با رضا شاه. ببینید ببخشید وسط صحبتتون، در فرانسه نه لبو فروشی مده نه کلم فروشی، اون چه که عمل میشه بهش بلوط فروشیه. بله، هنوزم که هنوزه بلوط فروشی هست. بله بله، درست مثل لبو فروشی. خب به هر حال این رو بنابراین بعد میگفته بلوط فروشی. نه، این در فرانسه نبوده اصلا، این سخن رو احمد شاه در لندن گفته. فکر کردم اون در نیس گفته بوده. بله در انگلیسه. بله بله. خب نیس هم فرانسه است دیگه. بله نه، در لندن، در نیس نه. این سخن اول رو موضوع به این که من کلم فروشی رو بر پادشاهی ترجیح میدم، اون چیزی که در بهار از او یاد کرده سخنی است که در لندن به کار برده و نه در پاریس. خب پس یک اشتباه باعث شد که یه مطلب دیگه روشن بشه. آقای امینی، حالا بفرمایید که یک هممیهنی به نام آذرخش، بله، از شما خیلی ایراد گرفتن، گفتن که بر حسب احترام درود میفرستم. یعنی اگر احترام نمیذاشتن درود نمیفرستن. بله، ایشون یک ایمیلی بعد از اون فرستادن دیگه، اون حسب احترام رو هم کنار نهادن. بله. من بهشون اشاره نمی کنم. بله، با من صحبت کردن، فرمودند، نوشتن که شما آقای امینی فرمودید در زمان جانشین رضا شاه بزرگ علمای شیعه وارد دستگاه حکومتی شدند. لطفا مثال بیاورید که شاهنشاه کجا این کار رو کردند. در ضمن شما لطف بفرمایید که شما و پدرتان و در کل جامعه ایرانی در آن زمان نسبت به مذهب چه وضعیتی داشتید و داشتند. یه نوع چیزم این تو هستا سواکیسم، خب بدون شما چگونه میاندیشن. بله، در نامه دیگری که ایشون نوشتن ناسزاهای خیلی تندی به پدر من گفتن و گفتن که پدر شما از پیرامونیان خمینی بوده، دروغ کامل، و از مصدق به عنوان مزدور انگلیس یاد کردن. این پرسش چندان جای پاسخ نداره، ولی نکته ای رو که من اشاره کردم اون رو بهش اشاره میکنم. ببینید، دوران رضا شاه با دوران محمد رضا شاه از نقطه نظر برخورد به ساختار روحانیت شیعه کاملا متفاوت هست و موضوعی است که در برنامه امروز به درازا و شاید هم برنامه آینده به اون خواهیم پرداخت. و یکی از برجسته ترین جنبه های ماندگار دوران رضا شاه در این است که رفته رفته در دوران رضا شاه ساختار روحانیت شیعی در ایران ناتوان شد، از کانون فرمان روایی به دور رفت، جدا شد، دست روحانیان در ساختارهای اداری جامعه کوتاه شد و اونها بسیار ناتوان و حاشیه‌نشین شدند. در این جای گفتگو نیست. در دوران محمد رضا شاه چنین نشد. در دوران محمد رضا شاه
از همون آغاز کار، هنگامی که متفقین وارد ایران شدند، به دلیل بیم و هراسی که دربار و پیرامونیان محمد رضا شاه جوان از حزب توده و فراز جریان‌های چپ در جامعه داشتند، به این اندیشه افتادند که دست روحانیان رو در سیاست ایران باز کنند و حتی رضا شاه محمد رضا شاه نماینده ای رو، زین العابدین رهنما رو فرستاد به نجف که از روحانی برجسته نجف، آخوند خراسانی، ببخشید پوزش میخوام، آستابل حسن اصفهانی، آخوند خراسانی سالها بود درگذشته بود 1300، از آستابل حسن اصفهانی که بزرگترین مرجع تقلید شیعه و زعیم نجف به شمار می آمد، از او تلگراف تبریک پادشاهی بگیرد و سپس هم باز به دعوت همین زین العابدین رهنما که خود او هم سالها در اصلا در عراق دنیا آمده بود و از آدمهای متجدد برآمده از دل روحانیان، برادرش هم تجدد بود، برادرش هم تجدد بود، خود او هم رهنما، این دو آدم بسیار برجسته‌ای در دوران فراز رضا شاه به پادشاهی بودند و هر دوی اونها از کسانی بودند که از دل خانواده‌ای مذهبی برخواسته بودند، در عراق به دنیا آمده بودند و در پس از آمدن به ایران پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی نام رهنما و تجدد رو برگزیدند و به کار روزنامه‌نگاری و سیاست پرداختند، آدم‌های سرشناسی بودند در این زمینه و البته چندان هم مورد مهر رضا شاه برای دوران طولانی قرار نگرفتند و هر دوی اونها در واقع یکی خانه نشین و دیگری تبعید شد به، یعنی برگردانده شد به نجف. زین العابدین رهنما حتی از آقای قومی که در دوران رضا شاه تبعید شده بود از ایران، کسی که از مشهد آمده بود به تهران در اعتراض موضوع کشف حجاب یا دگرگون کردن لباس، او رو دعوت کرد که به ایران بیاید و ایشان به ایران آمد 1122. در دوران پادشاهی محمد رضا شاه یک نوع امتیاز دادن به روحانیان و کشاندن اونها به نزدیکی به دربار پا گرفت، تا جایی که به سفارش آقای بهبهانی معروف که آخوند دربار به شمار می آمد، محمد رضا شاه از آقای بروجردی که برای عمل جراحی در بیمارستانی در تهران به سر می برد دیدار کرد و از ایشان خواست که از بروجرد به قم بیاید و مرجعیت شیعه رو در دست بگیره. در اون دورانی است که آستابل حسن اصفهانی درگذشته بود، آقای قمی هم درگذشته بود و در واقع کوشش میکنند که کانون مرجعیت شیعه رو به ایران بازگردانند و چنین هم کردند. یعنی پس از پایان دوره صفوی که قانون مرجعیت شیعی به عتبات رفته بود، در دوران محمد رضا شاه این قانون رو به قم بازگرداندند و روحانیان امکان بیشتری یافتند. به این معنا نیست که در قانون قدرت بودند، ولی آنچه که رضا شاه انجام داده بود، آن رشته ای رو که رضا شاه در واقع، یعنی آنچه که رضا شاه رشته کرده بود، در این دوران دوباره پنبه کردند و این نکته است که من اشاره کردم. دیگر نکاتی که این آقای امینی هم بذاری من همینجا بپرسم، بله، قومی کی مرده؟ کی در گذشت؟ قومی سال 1124 در گذشت. 24؟ بله. یه قومی 25. هم باشیم در مشهد 25. آستابل حسن اصفهانی در سال 1125 در گذشت و قومی دو سه ماه پس از مرگ آستابل حسن اصفهانی قومی هم در گذشت و در این دوران است که آقای بروجردی رو قانع کردن که بیاید و به قم بیاید و مرجعیت شیعه رو در رأس بگیره. همه یادمانده های اون دوران نشان میداد که آقای بهبهانی در این زمینه جایگاه برجسته ای داشته و شاه رو قانع کرده که به دیدار آقای بروجردی برود، محمد رضا شاه رو، و در پیکره های اون موجود هست و آقای بروجردی پذیرفته که بیاید و از بروجرد قم بیاید و در قم زعیم قم و مرجع شیعیان جهان بشود و این انتقال در واقع مرجعیت از نجف به قم است. این معنیش از یه طرف دیگه این است که شاه سلطش بر رؤسای
مذهب در ایران قوی بوده. نمیدانم چقدر سلطه وجود داشته، ولی ببینید در دوران رضاشاه به ویژه پس از دورای مجلس ششم به این سوی، رضاشاه روحانیت رو در ایران بسیار ناتوان کرد. بله. ولی در دوران محمد رضاشاه یک نوع در واقع بازگشت روحانیت و جریانهای مذهبی رو ما در ایران میبینیم و کارهای انجام شد که در دوران رضاشاه انجام نمیشد و احترامی که وجود می‌داشت یا روابطی که وجود می‌داشت میان دربار و روحانیت در دوران رضاشاه وجود نداشت. در اون دوران ساختار روحانیت شیعی از رضاشاه بسیار بیمناک بود، می‌ترسید اصلا و نسبت به برخی از کارها واکنش نشان نمی‌داد. ببینید رضاشاه در همون سال نخست پادشاهی در تهران آقای خرقانی رو، یکی از روحانیان برجسته تهران رو، با چوب کتک زد و یا در همون یکی دو سال نخست پادشاهی در قم رفت با آقای بافقی رو که کلیددار صحن بود، کلیددار حرم بود، ایشون رو کتک زد در صحن حرم و معروف هست این ماجرا. همون ماجرایی است که میگویند رضا شاه چکمه از پای در نیاورده به حرم رفت و بافقی رو در حرم کتک زد و ماجرایی است که اگر یادتون باشه در سالهای پس از اون محمد رضا شاه به خمینی پیغام داده بود که کاری نکنید که چکمه های پدرم رو به پام بکنم و خمینی پاسخ داده بود که چکمه ها به پای شما گشاده. میدونید بیم و حراس زیادی از رضا شاه در اون دوره وجود می‌داشت. اینکه یک آخوند برجسته به نام خرقانی رو در تهران چوبکاری کنند یا آقای بافقی رو در صحن حرم در قم کتک بزنند اصلا بی سابقه بود در تاریخ. اینکه به همسر و دخترانش بدخلقی کرده بودند در حرم. بله ببینید سنت تاریخی در این بود که معلوم نیست از چه زمانی سنت شده بود که دست کم از دوران ناصرالدین شاه میدونیم این گونه بود که در زمان نوروز هنگامی که سال نو روی میداد زن یا یکی از زنان و دختران پادشاه میرفتند به تالار آینه یا بالای تالار آینه در صحن حرم مینشستند در هنگام تحویل سال نو. گویا تا اونجایی که گزارش ها نشان میدهد همسر رضاشاه ملکه در اون هنگام و یکی دو دختر او یا هر دو دختر او در اون هنگام به حرم رفته بودند و گویا دختران بسیار کوچکی هم بودند، گویا روسری یا چادر یا برروی از چهره اونها کنار می رود یا موی اونها نشان داده می شود و کسانی می روند و این رو به بافقی می گویند و بافقی سراسیمه می آید و به اونها معترض می شود. بافقی هم آدم برجسته‌ای در قوم به شمار می آمده، کلیددار یا گرداننده حرم بوده و این خبر هنگامی که به رضاشاه می رسد که بافقی چنین رفتاری نسبت به همسر و دختران او کرده، بیدرنگ راهی قم می شود و بافقی رو کتک می زنه. ولی قدرت او چنان بوده که و همچنین یک نوع کنار آمدن آقای حائری که پایه‌گذار حوزه علمی قم در سال 1300 بوده، از حوزه علمی قم رو او آغاز کرده بوده، یک نوع واکنش آرامی نسبت به دولت داشت و اجازه نمیداد که با رضاشاه کسی درگیر بشود. او بلافاصله دستور میداد که هر گونه سخن گفتن درباره ماجرای بافقی حرام است، جلوگیری میکند از شورش طلبه ها و روحانیان قوم در این باره و اونها را آرام میکنه. بافقی رو هم تبعید میکنن به شهر ری برای یکی دو سال و سپس باز میگردد به قوم. این نشان میداد که در اون هنگام برخورد رضاشاه، برخورد قلدرمآبانه و از بالای رضاشاه با اینکه شخصی بوده، همه شواهد نشان میداد که آدم مذهبی بوده، یک بیم و حراسی رو در میان روحانیان ایجاد کرده بود و حتی بیمناک بودن، به ویژه با رویدادهایی که در همسایگی ایران اتفاق افتاده بود. یعنی اینکه در همزمان با فراز رضاشاه پادشاهی در ترکیه که کانون خلافت اسلامی بود، دولت عثمانی
برانداخته شده بود، به پایان رسیده بود در جنگ جهانی اول و ترکان جوان به قدرت رسیده بودند و آتاتورک رئیس جمهور شده بود و جمهوری اعلام کرده بود و خلافت رو یا دستگاه به هر حال پادشاهی رو به پایان رسانده بود. و آتاتورک آدم بسیار لایک و ضد مذهبی بود و اصلا حتی از رضا شاه هم خیلی تندتر با مذهب در افتاده بود و این است که بیمحراسی وجود می داشت در میان روحانیان شیعی، که چه بسا که در ایران هم رضا شاه از ترکیه پیروی کند و رفتار ترکیه را انجام بدهد. اصلا این جنبش جمهوری خواهی که در ایران به راه افتاد بخشی از این جریان تأثیر ترکیه، خیلی تحت تأثیر ترکیه و تحت تأثیر انقلاب شوروی بود. یعنی مجموعه رویدادهای کشورهای پیرامون ایران که در دو کشور بزرگ همسایه ایران، یعنی یکی در روسیه تزاری، دولت تزاری رو برانداختن و جمهوری سوسیالیستی اعلام کرده بودن، و سپس در ترکیه عثمانی همسایه و رقیب 400-500 ساله ایران جمهوری اعلام شده بود، یک بیمحراسی رو ایجاد کرده بود که چه بسا این جنبش جمهوری خواهی در ایران هم پا بگیرد. و این جنبش جنبش ناتوانی هم نبود، جنبش بسیار بسیار جدی بود که در ایران پا گرفته بود و روحانیان شیعی در این زمینه با این جریان جمهوری خواهی سخت درگیر شدند و بیمحراس از این داشتند که اگر با رضا شاه کنار نیایند چه بسا که ایران مانند ترکیه جمهوری بشود و تنها کشور شیعه جهان یکسره بشود. چون می‌دانید که در همون زمان در پیامد فروپاشی دولت عثمانی کشور دیگری که بیشتر باشندگان اون شیعی بودند، یعنی عراق، عراق امروز تازه تشکیل شده بود، اصلا عراقی وجود نمی‌داشت در اون زمان، از درون این سرزمین‌های امپراتوری عثمانی با خط مستقیم کشور عراق و سوریه و کویت و عربستان رو ساخته بودند و در کشور عراق در برابر مخالفت شدید روحانیان شیعی آمده بودند و یکی از دو برادر، یکی از کلیدداران یا خاندان کلیددار کعبه رو پادشاه عراق و یکی دیگر رو پادشاه اردن کرده بودند، دو کشوری که تازه به وجود آورده بودند و این با مخالفت روحانیان شیعه عراق روبرو شد. ایران تنها کشور فیصل و عبدالله، بله، تنها کشوری در اون هنگام بود که پادشاه شیعی می داشت. دو دقیقه آقای امینی ببخش، دو دقیقه وقت داریم، اصلا به بحثمون نرسیدیم که نرسیدیم. ما همیشه وعده میدیم ولی مشالله اینقدر مطالب انشعاب میگیره که دیگه دست آدم خارج میشه. بله، در اون هنگام این رو بگویم و شاید این آغازی باشد برای بخش برنامه آینده. در اون هنگام در واکنش به این گزینش فیصل به پادشاهی عراق، روحانیان شیعه عراق واکنش نشان داده بودند و برجسته‌ترین روحانیان شیعه را از عراق تبعید کردند به ایران. برخی از اونها خودشون رو تبعید کردن، ولی نام‌آورترین اونها رو از عراق تبعید کردن و اونها درست در هنگام جنب و جوش جمهوری خواهی آمده بودن به ایران و در قم میزیستن. دو نفر از اونها برجسته ترین روحانیان نام‌آور نجف بودند، آقای ناینی که در جریان انقلاب مشروطه کتاب و نقش بسیار بسیار برجسته‌ای داشت، و دیگری آقای آستابالحسن اصفهانی که پس از مرگ آخوند خراسانی، آخوند خراسانی در سال 1300 درگذشته بود و از اون هنگام بود که در نجف آقای ناینی و آستابالحسن اصفهانی تقریبا جانشینان آقای آخوند خراسانی معروف بودند و در ایران هم آقای حائری. رضا شاه در خانه آقای حائری با این سه نفر در سال در بهار سال 1303 دیدار کرد که امیدوارم در برنامه هفته آینده در برخورد به چگونگی کاهش جایگاه روحانیت شیعه در ساختار فرمان روایی در ایران در دوران رضا شاه به اون بیشتر بپردازیم. خیلی ممنون جناب آقای امینی، خسته نباشین، تا هفته آینده. خیلی سپاسگزارم و همچنین از و
سپاسگزارم. میهنان عزیز از آقای امیر کارگردانمون.